متوکل آدم بد اخلاقی بوده و این او چیز رعایت نمی کردن، علنی شراب می خوردن و حتی درباریانشان شراب می خوردن و در مو حال مستی ایشان با گستاخی تمام به حضرت تعارف میکنه یا همون بعض پیاله شراب به ایشان و امام می که گشت خون من از این موارد پاکه و من وارد این مسائل نمیشم خب بعد اصرار چون فرصت کم است به ایشان میگه که به پس اگر شراب نمیخوری برای ما شیر بخون حتی ازت میگه که من با هم زیاد سرکار ندارم دارم ولی نه زیاد یعنی وقتم زیاد صرف شیر و اینها نمیکنه میگه نه پس اگر شراب نخوردی حتما باید شیر بخونی حضرت. بعد حضرت شروع میکنن این چند بیت که الان فرصت است من برای شما بخوانم که با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القلل که در اینجا منظور اینه که مگر اگر حضرت امام بله بله در رابطه با این که مگر اگر کسی اما آیه قرآن است که ولو کان فی بروج مشیده اگر در برجه آنچنانی اگر کسی باشه بازم مرگ به سراغش می آید و در این شعر هم حضرت می که اگر در قله کو اگر کسی کاخ بسازه مستحکم در همان جام اینها حراست نخواهند شد وقتی مرگ به سراغشون و همچنین مردان نیرومند اگر از اینها حمایت بکنن بازم اینها کار ازشان بر نمیآید و همچنین وستن زلو بعد از من معاقلهم او حفرا یا بئس ما نزلو بعد میفهمن که این پس از مدت ها عزت و جایگاه امنی که ایشان برای خودشان الا مثل شهر سامرا یک قلعه ای داشتن و حشمی داشتن و سربازی داشتن میگن وقتی که مرگ به سراغ اینا میاد دیگه از این خبران نیست او و حفرن یا بعث ما نزلو بعد اینجا فاعود او یعنی در بعضی از مناب... منابع آمده و اسکینو حالا فعوده شاید بهتره yeah. که میفرمایند که اینها سپرده میشن در یک حفره در یک قبری که خیلی جای بدی است خب وقتی که این شعرها را همینجور چند فعلش هم میخوانن آنقدر این شعر با منویت بوده و اون قداست خود امام بوده. که شب از نماز شب ظاهران این شب که با قرآن رازی نیاز داشتن از سر سجاده, ایشان آورده بودن از سر جای نماز بعد در اینجا این شیرها را که میخوانن همه اهل مجلس حتی خود متوکل و گریه می و همه گریه میکنن و حالت این بله،, عادی هم بله این حالت عاد غیرادی هم که داشتن این معنویت این شیر و قداست این شعر که از زبان یک فرد معصوم وقتی در دل شب خوانده میشه این مجلس متوکل تبدیل میکنه به یک مجلس عزا و گریه و این گونه این, این یکی از برخورده های امام با روش های خلفای عباسی بود